نگاه مفهومیتون تحلیل میکنید رو بفهمم. من نمیدونم، حتما آقای پیمان نمیپسند در قانون سخاوت میگن 10 ساعت این بوم رو دارن. فرصت خوبی بود اتفاقا با کسانی از مؤسسه پارسی بود صحبت کردن و میشد سوالهای مختلفی از اینجا پرسید. ببینید، همین الان آقای پیمان گفتن شما فارسی رو خیلی خوب میدونید. من اصلا معتقدم که فارسی زبان شماست، یعنی که شما بهتر از هر کسی این زبان رو بلدید. اینی که شما اسناد بسیار زیادی با خط عبری دارید به زبان فارسی، چرا شما زبان فارسی رو به خط عبری نوشتید؟ من از شما دعوت میکنم تشریف بیارید در کلاپی که خودتونم میتونید مودریتور باشید یا کسانی که دوستان شما هستند. من خیلی این بحث رو میپسندم، با احترام کاملی که به شما دارم. خیلی خوب میشه اگر شما حضور پیدا بکنید با ما، هم از شما بیشتر بیاموزیم هم بتونیم سوالاتی رو از شما بپرسیم. اون رو قبول میکنید؟ نکنید من این رو در حال مختصر و مفید بیان بکنم. در ادامه پژوهش های میدانی پروفسور نتسر که در رکاب ایشون بیش از 27 سال من بودم، بین سالهای 1980 تا 2007 که به هر حال زندیات 2008 به خاطر پیوند کبد در لس آنجلس درگذشت. یک، آنچه که جناب منش امیر و پاسخ و پرسش هایی رو که فکر کنم تاریخ قوم یهود هستش در تبلور آنچه که در قبال حبیب لوی نوشته شده بوده رو با فردی فرهیخته که خودش یک سوسیال دموکرات بود و فردی بود که ایران شناس و اولین فردی که به هر حال ایران شناسی هند و ارمنی رو در دانشگاه ابریک، من جزو به هر حال میشه گفت دانش پژوهان، بعدا به عنوان کارشناس و میشه گفت دانشیار ایشون مباحثی رو آمدن و مطرح کردن و ادامه کار ایشون رو پروفسور دانیل صدیک به عهده داشتن که ایشون نیز در سن 54 سالگی فوت کردن در سال اخیر و افرادی که به نوبه خودشون فکر میکنن جای پای ایشون میتونن پای بگذارند و با یک به حال مصاحبه حالا یک ساله باشه یا غیره کتابی رو با تدوین خودشون بیان و بنویسند بدون آشنایی داشته باشن، بدون که آشنایی یعنی اونطوری که باید شاهده داشته باشن و دوره های روشمندی علمی ادبیات پارسی یهود را دنبال بکنن، به هر حال به عنوان یک مفسر سیاسی در یکایک خبرگزاری ها با سابقه و پیشینه 60 ساله جناب منش امیر مباحثی رو ایشون مطرح می کنند، یعنی در ادامه پیوند دو ملت. ولی